سلام به فالوورای عزیز و دوست داشتنی. امروز میخوام براتون کانتور، آموزش کانتور بدم. تینای عزیزم تشریف آوردن، من میخوام رو صورتشون کانتور داشته باشم. قبل از هر چیزی پوست تیناشون یه پوست معمولیه. من میام از برند پرایمر سامر خوزامون استفاده میکنم به عنوان پرایمر. تیناشون چی شده من عزیزم؟ تو صورتشون میزنم، شروع میکنم به ماساژ دادن تا پرایمر کاملا دست پوست بشن. چند ثانیه مکس میکنیم تا کاملا پرایمر جذب پوست بشن. الان میخوایم کرم پودر بزنیم. کرم پودری که استفاده میکنم کرم پودر دیور هستش. یه مقداری کرم پودر مکم رو به خاطر اینکه رنگ پوستتون جون یه مقداری تیره هست و دیورم ترکیب میکنم. کرم لانکوم هم با کرم دیور رو مکم ترکیب میکنم. لانکوم هم شمارش 06 دیورم هم شماره 4 ترکیب میکنم. شروع میکنم کل صورت رو کرم فاندیشن میاد. توجه داشته باشین از اون رنگی که ترکیب کردین و قراره به پوست عروستون یا مدلتون بزنید تو ناحیه گردن هم حتما بیارید، چون باید پوست صورت و پوست گردن هم رنگ بشه. وقتی تمام سطح پوست رو ما با کرم فاندیشن ما یک دست برواردیم، حتی اگه توجه داشته باشین این قسمت هم تیرگی بود که ما با کرم گیریممون پوشوندیم، کاملا تمام سطح پوست رو از کرم کاور میکنیم. اسپری مک که هم اسپری به عنوان فیکسر هستش و هم به عنوان پرایمر حالت آفرسان هم داره، به کل پوستشون اسپری میکنیم. نجا کشت بخته باشه. بله، به تایم میدیم که این اسپری به یه پوستشون فیکس بشه. الان میخوایم کانتور انجام بدیم. خوب با کانتور کردن نواقص صورت رو برطرف میکنیم، با ایجاد تیرگی فرو رفتگی ایجاد میکنی و با ایجاد روشنی برجستگی. کانتوری که استفاده میکنم کانتور به نایت هستش. قسمت هایی که میخوام فرو رفته باشه با تیرگی، من در واقع میخوام به صورت تینا جون فرم بدم، زاویه ایجاد کنم، این قسمت رو تیرگی میارم، چون قراره که با ایجاد این تیرگی زاویه براش ایجاد کنم. قسمت هم به همین ترتیب تیرگی ایجاد میکنیم. برای کانتور بینی هم دو تا خط موازی روی بینی در نظر بگیرید، تیره بینی معمولا این قسمت رو تیره می کنم. این فرمی که من رو صورت تینا جون
ایجاد کردم، اگر دقت کرده باشید، مثل یه ای انگلیسی میمونه. حالا شروع میکنیم قسمت های روشنی، یعنی کانسیلری که ما زیر چشم استفاده میکنیم، طوری که از این قسمت بینی کشیده بشه تا اون قسمت های گونه. این قسمت های کناره های لب رو هم من روشنی میارم، اون قسمت چونه، بالای لب، اون قسمت روی تیره بینی، از این رنگ صورتی هم من برای این قسمت گونه استفاده می کنم. حالا شروع می کنیم با براش مکمون به بلید کردن تیرگی در داخل روشنی. برای ایجاد یه گونه برجسته و زیبا، براشمون رو با یه حول تمیز میکنیم که تیرگی نداشته باشه و شروع میکنیم روشنیامون رو بلید کردن در داخل تیرگی ها. خطای بینی رو هم بلید میکنیم که محو بشه. کانتورمون رو بلید کردیم، مجدد از اسپری مکمون رو صورتشون استفاده میکنیم. مکس میکنیم. چند ثانیه مکس، نمزه 10-20 ثانیه مکس میکنیم تا کاملا این اسپری جذب پوست بشه. کانتور خشکمون رو انجام دادیم. حالا از هایلایتر من هایلایتر آناستازی هست، روی این قسمت گونه هایلایتر. کانتور صورتمون رو انجام دادیم، تموم شد. الان میخواییم ابروهاشون رو هاشور بزنیم.